به نام خداوند بخشنده و مهربان و با تقدیم سلام به مجموعه خبرهای کانال جنرال انفو خوش آمدید. آرزومندیم تا آخر ویدیو با ما بوده و این چینل را نیز سابسکرایب نمایید. انس اقانی دوباره به زندان بگرام انتقال داده شد. انس اقانی، مالی خان و حافظ رشید اعضای برجسته شبکه اقانی به زندان بگرام انتقال داده شدند. منابع میگویند که انس اقانی، حافظ رشید و مالی خان تا اکنون به طالبان تسلیم نشدند و دوباره به زندان بگرام انتقال شدند. این منابع میافزایند که این تبدیل انجام نشد و انس اقانی، حافظ رشید و مالی خان دوباره به زندان بگرام منتقل شدند. این سه عضو شبکه اقانی برای تبدیل با دو استاد دانشگاه امریکایی افغانستان که در بند شبکه اقانی هستند در پایگاه امریکایی ها در قطر منتقل شده بودند و قرار بود با استادان امریکایی تبدیل شوند. این در حال است که طالبان چنین می افزایند انس اقانی به قطر رسید. یک منبع از گروه طالبان تایید می کند که انس اقانی و دو عضو دیگر از رهبران این گروه از زندان در کابل آزاد شده و اکنون به شهر دوحه پایتخت قطر رسیدند. آزادی انس اقانی، مالی خان و حافظ رشید از رهبران ارشد شبکه اقانی و گروه طالبان روز سه‌شنبه 21 عقرب از سوی اشرف غنی رئیس حکومت وحدت ملی اعلان شد. آقای غنی در سخنان در ارگ ریاست جمهوری گفت که این رهبران ارشد گروه طالبان به هدف زمینه‌سازی برای گفتگوهای مستقیم صلح با طالبان و آزادسازی دو شهروند خارجی که در چنگ این گروه است از زندان آزاد می شوند. پیش از این زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان همزمان با انتشار خبر از آغاز دوباره تلاش های صلح به کابل آمد. در آن زمان گزارش های از اینکه آقای خلیلزاد برای رهایی انس اقانی به کابل آمده منتشر شد، اما دولت افغانستان این ادعا را رد کرده بود. صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری گفته بود رهایی انس اقانی ممکن نیست، این موضوع خط سرخ دولت و مردم افغانستان است و در این باره مردم افغانستان تصمیم خواهند گرفت. آقای غنی اما روز گذشته در سخنانش گفت که تصمیم آزادسازی این زندانیان طالبان را در مشوره با همکارانم بین المللی گرفته است. در همین حال سفارت امریکا در کابل از رهایی این اعضای گروه طالبان استقبال کرده است. انس اقانی فرزند جلال‌الدین حقانی بنیانگذار شبکه حقانی است و این شبکه متهم به انجام حملات خونین انتحاری در کابل و کشته شدن ده‌ها غیر نظامی است و اکنون رهبر این شبکه را سراج‌الدین حقانی برادر انس اقانی بر عهده دارد. آزادی اعضای ارشد این شبکه از زندان‌های افغانستان واکنش تند شهروندان را به دنبال داشته است. شمار از نزدیکان قربانیان عملات مرگبار این شبکه اشرف غنی را مسئول خون نزدیکانشان عنوان کردند. سپاس که تا این دم با ما بودید. برای ویدیوهای بیشتر چینل ما را سابسکرایب نمایید. اعلان نتایج انتخابات به تعویق افتاده بود. کمیسیون مستقل انتخابات میگوید اعلان نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری به دلیل تنش‌ها بر سر چگونگی با شماری آرا یک بار دیگر به تعویق افتاده بود. با گزارش اسپوتنیک منقل از طلوع نیوز، اورنگزیب یک عضو کمیسیون مستقل انتخابات گفته بود که نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری قرار بود فردا 23 عقرب اعلان شود، اما به دلیل تنش بر سر چگونگی با شماری بیش از 8000 محل رای دهی به تعویق افتاده است. او می افزاید که دلیل تاخیر در اعلان نتایج تنش بر سر چگونگی با شماری بیش از 8000 محل رای دهی است. در همین حال عزیز احمد ابراهیمی عضو کمیسیون مستقل انتخابات می گوید که به منظور رسیدگی به شکایت های نامزدان انتخابات و جریان های سیاسی درباره با شماری آرا این روند در سراسر افغانستان متوقف شد. این در حال است
که پیش از این قرار بود نتایج ابتدایی به تاریخ 27 میزان اعلان گردد، اما بنابر مشکلات تکنیکی به 23 عقرب به طوی کفتاد. روز گذشته هوا علم نورستانی رئیس این کمیسیون به بازشماری آرا تاکید کرد و از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری خواست که به این کمیسیون از بهر بازشماری آرا وقت بدهند. او افزود که شمار از دسته های انتخاباتی در 15 ولایت مانع بازشماری آرا شدند. او تاکید کرد که نتایج انتخابات را بر بنیاد آرای بایومتریک شده اعلان خواهد کرد. این در حال است که پیش از این دسته انتخاباتی دولت ساز با ابراز احترام به استقلالیت و بی‌طرفی کمیسیون مستقل انتخابات گفت آرزو دارد که این کمیسیون نتایج ابتدایی انتخابات را مطابق توصیه اوقات تعیین شده اعلان کند. این دسته انتخاباتی با نشر یک اعلامیه خبری گفته است از حمایت همه جانبه جامعه جهانی از انتخابات ریاست جمهوری، بخصوص از موقف اتحادیه اروپا درباره ثبات سیاسی در افغانستان قدردانی می کند. حمله طالبان به ولسوالی نجراب کاپیسا. فرماندهی پلیس ولایت کاپیسا می گوید که طالبان مسلح بالای ولسوالی نجراب این ولایت حمله کردند. به گزارش سپوتنیک، سخنگوی فرماندهی پلیس ولایت کاپیسا به آریانانوس می گوید که طالبان مسلح حوالی ساعت 5 بامداد امروز یعنی چهارشنبه 22 عقرب بالای یکی از دره‌های ولسوالی نجراب یورش بردند. به گفته وی درگیری میان نیروهای امنیتی و مهاجمان و همچنان جریان دارد و تا هنوز دو سرباز پلیس محلی کشته و 3 نفر دیگر زخمی شدند. آقای شورش می افزاید که در این درگیری 10 طالب مسلح نیز کشته، 13 تر دیگر آن مرجو و یک شورشی نیز بازداشت شده است. در همین حال طالبان در اعلامیه ادعا کرده است که جنگجویان این گروه شب گذشته بر دره تپه ولسوالی نجراب حمله کرده، این دره را مهم را تصرف کردند. پیش از این مقام‌های امنیتی تاکید کردند که فرید احمد مارشال فرمانده پلیس ولایت کاپیسا در نبرد با طالبان در ولسوالی نجراب این ولایت زخم برداشته است. واکنش مجلس نمایندگان بر رهایی انس اقانی. شمار از اعضای مجلس نمایندگان رهایی انس اقانی همراه 2 فرد دیگر از این گروه را خیانت ملی میخواند. با گزارش اسپوتنیک منقل سواد سیداد از نمایندگان امروز چهارشنبه تاریخ 13 نوامبر در نشست عمومی مجلس نمایندگان ابراز کردند که حکومت با آزادی انس اقانی مرتکب خیانت ملی شده است. در همین حال نینوفر ابراهیمی عضو مجلس نمایندگان در نشست امروز گفت حکومت با این کار خود در حقیقت انگیزه جنگی را از مدافعین کشور گرفته است و من از تمام فامیل های شهدای نیروهای امنیتی و شهروندان کشور به خاطر اینکه نتوانستم عدالت را در مورد آنان تامین کنم معذرت می خواهم. از سوی هم این عضو مجلس به رئیس مجلس گفته است که در این راستا با اعضای این مجلس باید مشوره صورت می گرفت و نیز وی را جوابگوی این قضیه دانست. احمدزای عضو دیگر مجلس نیز با اشاره به حادثه امروز کابل گفت رهایی طالبان هیچ سودی در کاهش ناامنی ها نمی کند. امروز طالبان رها می شود. روز بعد شهروندان بیگانه را قربانی می دهیم. عبدالرحوف انامی نماینده بدخشان در مجلس گفت اگر صلح به قیمت رهایی تمام منصوبین به دست بیاید ما نفی کردیم. اما در 18 سال گذشته به ویژه در زمان حکومت وحدت ملی نظر به نمود استراتژی شناخت دوست و دشمن حکومت همواره به دشمن باج داده و هین اید منفتی در راستای صلح نکرده است. در عین حال میر رحمان رحمانی رئیس این مجلس خاطر نشان ساخت که رهایی زندانیان طالب باید برای روند صلح سهودمند واقع شود. در غیر آن نگرانی ها در مورد ناامنی ها در کشور
بیشتر خواهد شد. این واکنش ها در حال نشان داده می شود که محمد اشرف غنی روز گذشته یعنی 3 شب 23 عقرب در بیانیه اعلان کرد 3 عضو ارشد گروه طالبان در هماهنگی با متحدان بین المللی افغانستان از جمله آمریکا در بدل رهایی 2 استاد دانشگاه آمریکایی افغانستان و تسلی روند مذاکرات صلح میان دولت و طالبان از زندان بگرام آزاد شدند. اشرف غنی افزود دولت افغانستان با شرکای بین المللی خود از جمله آمریکا راهکارهایی را طراحی کرده است که رهایی این زندانیان گروه طالبان جنگ این گروه علیه حکومت افغانستان را تشدید نخواهد کرد. گفتنی است که گروه طالبان حدود 3 پیش 2 استاد دانشگاه آمریکایی افغانستان را از نزدیکی این دانشگاه در منطقه دارلمان شهر کابل ربودند.